تعدادی از پژوهشگران عراقی پیشنهاد استفاده از تکنولوژی‌های جدید در اداره مراسم اربعین که هر سال میلیون‌ها شیعه و عاشق اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در آن شرکت می‌کنند را ارائه کردند. این پیشنهاد در یک سمینار فکری که روز پنجشنبه با عنوان تحقیقات تطبیقی در مدیریت خدماتی و امنیتی زائران زیارت اربعین برگزار گردید مطرح شد. این سمینار با حضور تعدادی از کارشناسان، پژوهشگران، محققان و فعالان مختلف حوزه‌های گوناگون در اداره پژوهش و تحقیقات تکنولوژی محور در وزارت آموزش عالی عراق برگزار شد. دکتر حسین تبین کاظم از مقام‌های ارشد وزارت آموزش عالی عراق مدیریت این سمینار را بر عهده داشت و در آن مطرح شد که زیارت اربعین که ها انسان هر سال در آن شرکت می‌کنند برای مدیریت بهتر نیاز به تکنولوژی‌های جدید و به روز دارد تا سطح خدمات مختلف امنیتی، بهداشت، ترابری و غیره در آن افزایش یابد. پژوهشگران حاضر در این سمینار افزودند می‌توان از برخی نمونه‌های های نسبتا مشابه مانند حج تمتع و شیوه های اجرای آن و نیز ابزارهای نوین استفاده شده در آن بهره ببریم و از این تجربیات در اربعین هم استفاده کنیم در همین حال لازم به ذکر است مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دام از الله در شهر مقدس کربلا از مدت ها پیش جلسه هفتگی و منظمی را با حضور پژوهشگران مسئولان مقام های مربوطه و نیز کارشناسان حوزه های مختلف در مقر این مؤسسه برگزار می کند تا زمینه برگزاری طرح چشمنداز اربعین با حضور 50 میلیون زائر را آماده کند.